اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ما همراه شده. اشکان، بیشتر از 24 ساعت گذشته و حمله از 24 ساعت گذشته از حمله اسرائیل، یک روز تقریبا گذشته، جزئیات بیشتری داریم از حمله و خساراتی که بر جای گذاشته؟ جزئیات بیشتری هست، هرچند که هیچ کدوم اینها رسمی نیست، اما رسانه های مختلف اونها رو منتشر کردند. اشاره کردیم مثلا به گزارش کانال 11 در مورد جنگنده هایی که شرکت داشتند. این گزارش در بخشش مثلا میگه جنگنده های F-16 وظیفه شون حفاظت از جنگنده های F-15 و F-35 بود که در اصل حمله در بمباران یا موشکباران شرکت داشتند. در کنار اینها هواپیماهای سوخت‌رسان بوئینگ 707 اسرائیل بودند، قدیمی‌ترین هواپیماها در نیروی هوایی اسرائیل هستند که چندین بار سوخت‌رسانی کردند در جریان عملیات به جنگنده‌های اسرائیلی. هواپیماهای اطلاعاتی اسرائیل بودند که در واقع اطلاعات رو همزمان با حمله جمع‌آوری می‌کردند و در کنار اینها هواپیماهای هرکولس C-130 ارتش اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل هم در آسمان بودند با نیروهای امداد و نجات که اگر اتفاقی افتاد، اگر در واقع جنگنده‌ای ساقط شد، خلبانش در ایران یا در یکی از کشورهای بین راه در واقع به زمین افتاد، بتونن فوراً وارد عمل بشن و عملیات امداد و نجات رو انجام بدن، عملیاتی که کانال 11 میگه 20 سال براش برنامه ریزی شده بود. اما درباره اهدافی که به اونها حمله شده، گزارش هایی که منتشر شده از جمله همین گزارش نیویورک تایمز، عمدتا در واقع تاکیدشون رو، حالا به جز چیزهای دیگه ای که ما میدونستیم، کارخانه های تولید موشک و البته سامانه های راداری جمهوری اسلامی و ضد هوایی پدافندی جمهوری اسلامی که گفته میشه به طور کامل از همون دیروز، باید گفت که یکی دوتا از خبرنگاران اسرائیلی گفتند که S-300 ایران به طور کامل از بین رفته، به پارچین و خجیر دارن اشاره میکنن. در مورد در واقع این موضوعات آلبرایت و یک کارشناس دیگری که تصاویر ماهواره‌ای رو بررسی کردن، میگن آسیبی که به اون تأسیسات تولید سوخت جامد برای موشک‌های جمهوری اسلامی رسیده به حدی هست که این برنامه تولید موشک رو به شدت به عقب میندازه و در واقع ترمیم اون بسیار هزینه بر و طولانی مدت خواهد بود برای جمهوری اسلامی. همزمان اشکان، مقامات جمهوری اسلامی دارن تهدید میکنن که انتقام میگیرن. واکنش‌ها در اسرائیل به این تهدیدات چی بوده؟ خب بذار اول با این شروع بکنیم که در واقع در سرخط خبرها هم گفتی اینکه قرار هست که کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل امروز تشکیل جلسه بده. به گفته رادیو تلویزیون ملی اسرائیل، در این جلسه قرار هست اول نتایج حمله دیروز بررسی بشه و در کنار اون احتمال واکنش جمهوری اسلامی، این که چگونه واکنشی نشون خواهد داد بررسی بشه و احتمالاً این که در برابر هر واکنش جمهوری اسلامی اسرائیل چه واکنشی نشون خواهد داد. باید گفت که مقامات اسرائیلی چه آشکار و چه پنهان گفته اند که اگر که جمهوری اسلامی دست به واکنش بزنه، این بار حمله اسرائیل بسیار شدیدتر خواهد بود و شامل فهرست متفاوتی از اهداف خواهد بود. واینت به نقل از یک جنرال اسرائیلی که در عملیات هم در واقع مشارکت داشته، عملیات دیروز، گفته که الان ایران اوریان شده، سامانه دفاع هوایی نداره و بهتر هست که در چنین شرایطی دست به یک خطر یک حمله جدید نزنه. مرسی اشکان. اشکان صفایی همکارم همراه ما.